لازم است اشاره‌ای بکنم به یک حادثه تلخی که این روزها اتفاق افتاد، که هم خود حادثه تلخ بود، هم حاکی از دست‌های پشت پرده زیادی بود. و اون حادثه تخریب قبر صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه و اهانت به این بزرگوار بود، پیکر این بزرگوار. از جهاتی این قضیه تلخ است، خود اهانت به یک صحابی که از بزرگان اصحاب پیغمبر است و از حواریین امیرالمؤمنین علیه السلام است و شهید در راه خداست، اهانت به یک عنصر اینچنینی، قبر او رو بعد از 1400 سال بشکافن، جسد مطهر او رو بیرون بیارن و مورد اهانت قرار بدن، خود این یک حادثه بسیار تلخ و غم‌انگیزی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اگر جرأت می‌کردند قبر مطهر پیغمبر رو هم ویران می‌کردند، با خاک یکسان. این از اون قضایایی نیست که دو روز، سه روز، پنج روز، یک هفته یه سرصدایی در دنیا درست کند بعد رها بشه. اینا اگر چنانچه به وسیله مسلمان‌ها به طور کامل محکوم نشن، وظیفه خودشون رو در مقابل اینها انجام ندن، این فتنه ها به اینجا ها منحصر نمیمانه. بلایی است به جان جامعه اسلامی میافتد و روز روز این آتش توسعه پیدا میکنه. باید جلوش رو بگیرن. nasrtv.com